فارسی را پاس می داریم زیرا گفتن قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهریم. سلام دوستای عزیز، خوش آمدید در برنامه سفر. امیدوارم خوب و خوش و سر حال و سلامت باشید. ما شقایقیم، میزبان شما، و امروز یک برنامه بسیار عالی برای شما تدارک دیدیم، پس با ما هم سفر باشید. فو خطر را کوه زرر را چه ساده ساده. دوری در این نمایش تئاتر فارسی در مورد زبان عشق و شعرخوانی در قالب داستان‌های گوناگون است که امسال در سیتی فستیوال راهی شده. شادم با دردت، مستم با یادت، خواهی مجنونم، خواهی فرهادم. مهدی محمدی یکی از بازیگران نمایشی دوری دریه که در پوهنتون کابل درس کارگردانی خوانده و یکی از بنیانگذاران تئاتر پاپیروس افغانستانه که جایزه اول در هفتمین جشنواره تئاتر ملی افغانستان را دریافت کرده. مهدی یک کارنامه بسیار روشن و موفق داره و امروز همراهش در مورد اهمیت زبان شعر فارسی و ریشه های نمایش دوری دری هم صحبت میشیم، پس با ما باشید. از کفر از اسلام برون صحرایی است، ما را به درون آن فضا سودایی است. عارف چو بدان رسید سر را بنهد، نه کفر و نه اسلام و نه آنجا جایی است. مهدی تشکر از اینکه در برنامه ما مهمان شدی. اول سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام اعضای کمی لحظه ما را از طریق شبکه شما و برنامه شما میبینن. نمایشی که انتخاب کردین دوری دری یا به فارسی مروارید نایاب و گوهر نایاب است. چطور شد که این عنوان را برای نمایش خود انتخاب کردین؟ دقیقا وقتی که دوری دری را بشنوی خود ناخودآگاه میری به گذشته، در زمانی که مردمای درباری بود. دور به خاطر دور دری خودش مربوط به معنای می زبان دری یا گرفته شده از زبان درباری است. شعر بسیار زیاد از زبان دری یاد میشه. وگر نه سواران ترکان و چین، هم از روم گردان جویندکین، فراز آورم لشکر گرزدار، از ایران و ایرج برآرم دمار. جواد یعقوبی یک بازیگر موفق تئاتر با تجربه مدلینگ که نقش های مهمی در موفقیت نمایش محاکمه و دوری دری داشتم. امروز با جواد در مورد نقشش در نمایش دوری دری هم صحبت هستیم، پس با ما هم سفر باشید. That was the worst thing I ever saw as a child. I was so scared at that moment. And I thought about it a lot. سلام جواد، خوش آمدید در برنامه سفر. تشکر از اینکه در برنامه ما اشتراک کردید. سلامت باشین. تشکر از دعوت شما. میشه از نقش در نمایش دوری دری بگی؟ دوری دری در باره زبان ما و شماست. هر یک از ما داستان شخصی خود را آوردیم روی نمایش گذاشتیم و نقش از من نقش خودم است. کدام نقش دیگر را بازی نمیکنم، فقط داستان زندگی خود را، بخش از داستان زندگی خود را میگم که چطور این داستان ها در شعر شاعری ربط داره. نقش شعر در زندگی شخصی خودشم چی بوده؟ خب یکی که شعرخوانی برای خودم شخصا داروس یا دواست، برای من آرام میشم و شعر خوش دارم به خاطری که مر به یک دنیای دیگه میبره، یعنی که از فارغ از اون مشکلاتی که در حال حاضر وجود داره برای من. مثلا بیشتر وقتا که دیق می باشم یا ناراحت می باشم سر میزنم به کتاب شاعرها. والا شعر زبان احساسات ما، زبان اگر جای بر بخوریم که نتونیم حرف بزنیم، احساسات خود بیان کنیم و روی میاریم در شعر. خیام مگه اگر زبادی مستی خوش باش، با ماهرخی اگر نشستی خوش باش، چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی چو هستی خوش باش. تصوری که شعر برای تو از امو احساسی که داری میته، یک زبان عادی و یا زبان عادی دری و یا صحبت میکنی هیچ وقت داده نمیتونه. کلماتی که در شعر استفاده میشه و یا خیالاتی که در شعر استفاده میشه واقعا زیباست. شعر و شاعری یکی از مهمترین عناصر فرهنگی از مو فارسی زبانایه. به نظر شما چرا جایگاه شعر و شعرخوانی در بین مردم از مو فارسی زبانان کمرنگتر شده ماره؟ خب من خودم شخصا وقتی زمانی که در خردسالی کلان میشدم شعر شاعری را از کجا یاد گرفتم؟ از کوچه. به خاطر وقتی یادم میاد بیرون میرفتم پیش دوستای خود، بچه‌ها شعر خوش داشتن. مثلا هر شب میشیشتیم در هم جمع میشدیم،
7 ساله یا 8 ساله بودیم، هر کس یک شعر نو که یاد گرفته بود بسیار با افتخار می اومد در بین بچه‌ها میخوان که من این شعر یاد گرفتم. وقتی اون میگفت به خاطر که شوق خودت زیاد بود ما یاد میگرفتیم و همین رقم ما که خوش میشدم میرفتم به یکی دیگه یاد میدادم که من شعر یاد گرفتم. نمیدونم حالا که ما در کشورهای خارجی زندگی میکنیم تقریبا زبان اول ما و شما از زبان اصلی ما شده به زبان اصلی کشور و از اون خاطرم کمتر وصل هستیم در زبان مادری خود خوب و از این رو شاید دلیلش هم میتونه باشه. ولی جدیدن به خاطری که نمیفهمم شاید زیاد ارتباطات نیست بین خانواده ها، بین خانواده های افغانی رفت آمد بسیار کم شده. وقتی با هم یک جای میشیدن مثلا شعر میگفتن، حتی مادرها پدرها حتی در زبان هزارگی خود ما غزل جنگی بود غزل جنگی میکردن، هر کس در گوشه یک چیز یاد میگرفت و او برای یک کس دیگه یاد میداد. و یکی از کارهایی که ما به خاطر که دوری دریل انجام دادیم همین بود که ارزش شعر و شاعری در افغانستان و مثلا کشورهای فارسی زبان ایران تاجیکستان نشان بدیم و به نظر من موفقم بودیم. صحبت از مردم از موشدک و شیرخانی و اهمیت شیرخانی، انتقاد مردم خود از مو در مورد نمایش چی بودک؟ اولا که متاسفانه که ما زیاد بیننده فارسی زبان نداشتیم در این نمایش، ولی باز هم هر شب به تعداد یک نفر یا دو نفر خوشبختانه مثلا از مردم ایران، از مردم وطن خود ما افغانستان بود، بسیار ما را تشویق کردن، بسیار خوشحال بودن. من یک مادر افغانی دیدم که تقریبا اشک در چشمانش جاری شده بود که واقعا مرا زنده کردی. اکثر مردمایی که آمده بودن مردمای همین کشور بودن، هرچند که تماشاچی از فارسی زبان هم کم داشتیم ولی نظر همگی مثبت بود. البته خوشحال شدن که ما داریم یک فرهنگ سازی میکنیم، ما میم داستانای شخصی خود خورا روی برنامه اجرا میکنیم، روی استیج میاریم و همچنان هموطنای ایرانی ما اومدن گفتم واقعا تشکر از شما و واقعا خوشحال هستم. تمام هموطنای ما بسیار تشویق کردن، تعریف کردن و بسیار خوشحال شدن و این به من امیدواری داد که من این کار بیشتر ادامه بدم و انجام بدم. با اضافه شدن یک کاراکتر زن نمایشتیم چی تغییراتی پیدا کرده؟ موضوعی که داشتیم فقط از طرف ما و جواد جان یعقوبی بود و همش داستانای ما و جواد جان و دیدگاه ما از نظر شعر و شاعری بود. نمایش بسیار به یک حالت مردانه به خود میگیره واقعا، ولی وقتی بیبی آمد خب ما یک دیدگاه زنانه در مورد شعر و شاعری، من فکر میکنم که بیبی خود هم آدمی بود که ما دنبالش میگشتیم و نظریاتی بیبی جان وقتی که در از این برنامه آمد واقعا نمایش میتونم بگم سطح نمایش دو برابر بود و زیبایی نمایش دو برابر کرد. به نظر شما چگونه میشه که ما زنان را بیشتر تشویق کنیم که در فضاهای هنری، فرهنگی، شعر شاعری بیشتر اشتراک کنند؟ والا فکر میکنم جواب از این سوال پیش خود خانم‌ها باشه، به خاطر که ما هر چقدر که تلاش کنیم یا بخوایم یا صحبت کنیم تا که خود همین خانم‌ها، تا که خود شما زنها نخواهین هیچ کاری صورت نمیگیره. میشه گفت که یک همکاری دو طرفه باید باشه. وقتی که ما ازش صحبت میکنیم از حق و حقوق و جرأت و مثلا زیبایی های زندگی و یا مثلا بازیگری و یا هر چیز دیگه ای، این بستگی به شوق اشتیاق خودتان داره و اگر واقعا میخواین باید فکر میکنم به خاطرش مبارزه کنید. تشکر جواد از اینکه در برنامه ما شرکت کردی. واقعا برنامه و نمایش دوری دری یکی از بهترین نمایشایی که ما خودم شخصا دیدم. و آیا پیامی دارین برای بینندگان از ما که میخواین برشان منتقل کنین؟ پیام ما اهمیت زبان ماست، حتی زبان ما و شما هم در اینجا در رسمیت شناخته شده و اینکه زبان شعر شاعری خیلی برای ما اهمیت داره. هر حسی که دارین، اگر غمگین هستین، اگر خوشحال هستین، اگر عاشق هستین، اگر در هر حالتی از زندگی قرار دارین، اگر میخواین واقعا او حستون رو درک کنین، یک دفعه به کتاب شعر سر بزنین. من 100% ضمانت میکنم که حتما یک بیت شعر در اون رابطه برای خود پیدا میکنین و نی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار، تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهن آدمی. تشکر مهدی جان که در برنامه از مو شرکت کردی. واقعا مو خیلی الهام گرفتیم و بسیار انسپایرینگ است که شما یک نمایش بسیار عالی و آموزنده را درست کردین. در آخر اول از شما تشکر میکنم و که ما را در برنامه خود جا دادین، واقعا باعث افتخار است و امیدوار هستم که تمام هموطنای عزیز ما در هر گوشه جهان که هستن همیشه خوش و خرم و سربلند باشن و زندگی و کامشان باشه. همانطور که دیدید
شعر زبان عشق، عرفان و احساسات که راه‌های بهتر زیستن را در مو یاد می‌دهد و همه از مو باید در تلاش باشیم که این فرهنگ غنی را زنده نگه داریم و مهمتر از همه زنان را تشویق به حضور در عرصه‌های هنری کنیم. تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید. تا برنامه بعدی، خدایا رو همسفرشین باشم.